بسیار سوال عالیه، سوالی است که عزیزان ما هنوز هم میکنن و بسیاری که از ایران هستن همجوری گفتم تا الان 42% این 1000 نفر پشتیبانی که ثبت نام کردن 42% از داخل کشور. جوابش این هست، باید برگشت به هدف. هدف رو اگر دوباره ما بخونیم که چه هست، هدف میگه چی؟ میگه هدف نهاد مردمی تشکیل سریع یک سازمان متشکل هماهنگ و در خور پذیرش و احترام بین‌المللی هست برای ایجاد محیطی مردم سالار و شفاف که چیکار بکنه، بذاره همکاری بکنن مخالفان جمهوری اسلامی. به چه منظوری؟ به منظور انحلال حکومت ملا. بنابراین همونجوری خدمتتون عرض کردم، نهاد مردمی 15 مورد مهم رو، یعنی اون 2 سالی که شما پرسیدید، فروتن 2 سال رو نهاد مردمی کار کردی، نتیجه اون 2 سال زحمت، چون بقیه مردم حوصله و ندارن بخونن، این بود که از تو تمام این نشست ها و جنبش های 10 سال گذشته من 15 مورد درآوردم. گفتم هر کدوم از این 15 مورد در هر حرکت بعدی برای کمک به انحلال حکومت جمهوری اسلامی باشه، به احتمال زیاد شکست خواهد خورد، برای اینکه 8-10 تاشون موفق نشدن و حداقل از جمله جنبش ایران فردا، SOS ایران که ما بودیم، 2-3-4 تا از این 15 تا رو درش داشتن. حالا پس اگر نهاد مردمی یا حداقل به نظر ایمان فروتن دلیل رو و اشکال اصلی رو نقطه شروع دیده، مگه نشست لندن، مگه خدا بیامرز دکتر روستا، دکتر باقرزاده، دکتر آهی، آقای حسین بور، آقای نوریزاده و غیره، اینا آدمای بدون یعنی غیر دانش سیاسی بودن که نتونستیم اینجا رو به جایی برسونیم؟ مگه آقای داریوش همایون، آقای شاهین فاطمی در جلسه دوم بروکسل، سال دوم بروکسل و بسیاری کیسر، اینا سیاست بلد نبودن؟ مگر سال اول رفراندوم که شاهزاده رضا پهلوی اومدن و این همه اشخاص امضا کردن، اشکالات چی بود؟ پس اگر اشکال به نظر من ایمان فروتن بعد از تحلیل هایی که کردم نقطه شروع بود، نقطه شروع باعث می شد که اشخاص و افراد از هم خوششون نیاد، بگن چرا منو دعوت نکردی، من وزیر بودم، حالا این آقا که تازه از سر رسیده، و بسیاری اشکال های دیگه که اگر فرصت باشه راجع به این 15 تا صحبت می کنیم. پس یکی از اصول اصلی نهاد مردمی اینه که آقا از نقطه صفر شروع می کنیم. روز 12 سپتامبر که در تلویزیون اندیشه هم بودیم و شروع کردیم، جلوی مردم با یک کاغذ سفید شروع کردیم، گفتیم آقا هیچ کس در اینجا نیست، تشریف بیارید و برید جلو. ولی از همون روز اول یکی از 15 اصل رو این بود که با شفافیت کامل به مردم میگویید وارد چی میخوان بشن و مردم داخل کشور حق رأی نداشتن. چرا؟ برای اینکه برای رأی دادن باید بدونید کی رأی میده. جواب اصلیش اینه، اگر هر کسی از داخل کشور به هر دلیلی، امنیت و غیره، بخواد مثل این تومارهایی که داریم بیاد امضا بکنه، بگه من علی فلان هستم، پس تمام انتخابات و این سازمان بین‌المللی زیر سوال خواهد رفت. پس به نظر من بهتر هست و خواهد بود که 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر بیان رای بدن که اون رای دادن ها جوابش درست باشه، ولی ما اونها رو زیر سوال نگه داریم. شما اینجا نیومدید برای خودتون صحبت کنید، بگید که به نظر من فروتن یا فروزنده باید اینجوری باشه. نه، در نهاد مردمی اومده وظیفه این اشخاص و هیئت امنا فقط ابزار بودن برای مردم ایران هست، خواسته های مردم ایران، به اضافه که مردم داخل کشور در بالاترین سمت های مشاورت، مشاور اول رئیس هیئت امنا میتونن خدمت کنن، همینطوری که در این 90 روز گذشته شاید بتونم بگم بیشتر. چجوری امنیتشون رو حفظ میکنید؟ همونطوری که الان به شما ایمیل میزنن، به من ایمیل میزنن از طریق اینترنت، ما وی پی ان داریم، هر روز ما تا الان بالاتر از 300 وی پی ان رایگان به عزیزان داخل کشور فرستادیم، یاد دادیم چگونه از این وی پی ان ها استفاده بکنن، برن براوزر ایول 9.5 و 9.6 دانلود بکنن که خودش فیلتر شکن داره که مجبور نشیم وی پی ان ها رو بفرستیم. اینها از طریق تماس، مشارکت مردم در داخل کشور در پروژه شما احتیاج به یک دانش بیسیک یا شاید یه ذره بالاتر از بیسیک در کامپیوتر داره. در فاز اول توجه بفرمایید، این در این حال سبب میشه که مشارکت مردم در داخل کشور، من در مورد خارج کشورتون حالا بحثی ندارم، بهش میرسیم، ولی در مورد خارج داخل کشور مشارکت رو این شیوه برخورد آیا محدود نمیکنه؟ 100% محدود میکنه و باز با چارت میتونم خدمتتون نشون بدم. از این 50 و چند هزار، نه نشون بدید، از من چیز نخواهید. اجازه بدید، چون سوال بسیار جالب میفهمید و مردم باید این رو ببینن. ببینید، این
گوگل چارت رو که من خدمتتون الان نشون بدم، در حالا که این داریم نشون بدیم، اولا که این تمام نقشه دنیا هست، هر جا که یک کمرنگ سبز هم درش هست از اونجا اومدن و نهاد مردمی رو دیدن. ولی من اجازه بدیم برگردم به سوالی که شما فرمودید. ببینید 86100 بازدید شده از 3215 شهر دنیا و این نارنجی ها اون شهرها هستن که بالاترینش لس آنجلس، دهمیش هم پاریس، از سایت نهاد مردمی. پس 86000 بازدید توسط بیشتر از 50000 انسان. ولی از این 83000 بازدید، این حرف شما رو میرسونه، نگاه کنید 1016 فقط بازدید از ایرانه. پس دقیقاً صحبت شما درسته، یعنی ما فقط تونستیم در این 90 روز یک پنجاهم کسانی که احیانا دسترسی به اینترنت دارن بیارن. ولی باید بدونیم که روز هشتم، یعنی 12 سپتامبر که من اینجا خدمت شما بودم، 19 سپتامبر، 20 سپتامبر جمهوری اسلامی سایت نهاد مردمی رو فیلتر کرد. در این 30 سال، در این 10 سال حداقل من سابقه نداشته، خیلی مدت طول میکشه یک سایتی رو، یه ماه، دو ماه، یه سال فیلتر بده. در عرض 9 روز فیلتر کرد، پس فهمیدن داریم چیکار میکنیم. پس چون خدمت شما گفتم که این شروع هست، ما در جنبش ایران فردا رادیوی موج کوتاه داشتیم، هر روز 7 روز در هفته 45 دقیقه. پس اون موقع است که ما از متخصصین، یعنی حداقل نظر من ایمان فروتن به عنوان یک مشاور خواهد بود به هیئت امنای نهاد مردمی، بروید بهترین های دنیا رو استخدام کنید و یا همکاریشون رو بیارید، فرق نمیکنه جناب فروزنده باشن یا یک آمریکایی که تخصصش تماس با مردم. ببینید که در ایران چگونه باید ما مردم رو آگاه کنیم، آیا شبنامه است، آیا موج کوتاه، آیا تلویزیون غیر پارازیت انداز از 6 جای دنیاست، آیا تلفن سلفونه، آیا فکس ماشینه، و یا آیا هنوز مثل اون سی دی و نوار در مسجدها که خمینی کرد. پس نهاد مردمی جایی رو درست کرده که بهترین ها که این افکار رو دارن بیان بتونن کار بکنن. در حال حاضر به نظر من ایمان فروتن همچین جایی نیست. اگر جناب عالی و یک نفر در داخل کشور که هر روز داریم این همه طرحهای عالی دارن، کجا این طرحها بفرستن که اصلا کسی باشه جواب بده؟ نه سازمانی هست، نه جایی هست، نه تعداد کافی انسان‌هایی هستن تلفن جواب بدن، طرح‌ها رو ببینن. من مطمئن هستم بهترین طرح‌های برای آگاهی رسوندن به مردمی که در داخل کشور هستن و اینترنت ندارن رو عزیزان داخل کشور میدونن، نه من ایمان فروتن که 30 سال خارج بودم. ولی این قدم اول اجازه خواهد داد که ماها که میتونیم اینو راه بندازیم. و مثالی که من همیشه میارم تو تلویزیون اینه که شما تو هواپیما که نشستید، وقتی مسافرت می‌کنید، میهمانداران به شما میگوین این ماسک اکسیژن که میاد، میگن وقتی اگر احتیاج به این شد اول پدر مادر شما ماسک خودتون رو بذارید، وقتی که درست شد بعد بریم رو بچه‌تون، بچه 4 سالتون، بعد حتی ماسک اون بذارید. اگر ما نتونیم رو پای خودمون بایستیم، یک سری انسان از لحاظ بودجه مالی و انسانی و برنامه‌ریزی جایی رو درست کنیم که اشخاص مختلف، چه لوله‌کش و اشخاصی که عمله و بنا و کارگر هستن و اینترنت نمیدونن، از اون طریق و چه کسانی که پروفسور و سیاسی هستن راه داشته باشن به اینجا، ما به موفقیت نمیرسیم. و این بستری است برای اینکه همه اینها بتونن دور هم جمع بشن. بینندگان عزیز، در آغاز گفتگو با ایمان فروتن هستیم. به نظر من گفتگوی جالبی بود امشب تا اینجا. فردا شب جالبتر از این خواهد بود، چرا که بحث ما بر سر شیوه ارتباط با مردم و چگونگی معنادار بودن این رابطه از طریق کامپیوتر و ایجاد شبکه ارتباطی بین مردم، چه در داخل و چه در خارج از کشور، جالبتر خواهد شد، چرا که از آغاز کار با هم به بحث خواهیم نشست. برای همه شما شب خوبی رو، وقت خوبی رو در هر جا که هستید آرزو میکنم. به اتفاق دکتر ایمان فروتن و عماد حسینی کارگردان فنی برنامه، به شما وقت بخیر میگم در هر جا که تماشاگر و ناظر اجرای این برنامه است. متشکرم. خیلی متشکرم از دعوت. مرسی. خدا نگهدار.